اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. شرز شیران تن به آب زده، سر به سودای آفتاب زده. همه سهراب چهره آزرگون، جامی از باده های ناب زده. با فریدون به سوی دشمن تاز، به سوی میهن خراب زده. گه نوید است و گاه سهراب است، از ستمها و درد بیتاب است. یک زمان سینه غرق خون دارد، چون ندا چهره خراب زده. میهنم درد تو به جانم باد، وطنم جای من فدای تو باد. جان سرگشته شراب زده. علیرضا نوری‌زاده. 14 دسامبر 24 آذر ماه دوشنبه به شما سلام. واسم عجب ویکندی داشتیم. دوستی من نوشت رو آقا جون شما روز جمعتون رو تعطیل کنین، شنبه شنبه برنامه داشته باشید، از خبرها عقب نیفتید. اگر امکانش رو داشت حتما این کار رو میکرد. امکانش بخواست، حالا که کرونا هست و گرفتاری داریم، امیدواریم با زدن واکسن شرایط زندگی به حال عادی برد. اما روح الله زب. من یه نکته بهتون بگم. خمینی وقتی به بستر مرگ افتاده بود، اون فاجعه سال 67 رو مرتکب شد. برای خودش خدا بیامرزی خرید. و بعد من تصور میکنم آقای خامنه‌ای که شرایط جسمی خوبی نداره، حالا شرایط روحش رو کنار، واقعا برای خودش خدا بیامرزی خرید. با کشتن یه جوون چه چیزی به دست آورد؟ دستاوردش چه بود؟ داماد نتانیاهو قاضی سلواتی با این جنایت البته عضو دیوان عالی کشور شد. این مرد لعین، این مرد پست و آدم کش، آدم های بسیاری کشته، قتل های بسیاری مرتکب شده و خودش که مجموعه ای از فساد هاست که گفتنی نیست. ولی این سرسپردگان معمولا در خدمت استبداد برای اینکه خود رو نشون بدن، بهتر جلوه کنن، اگه بهشون بگن برو دست بیار حتما سر میارن، برای اینکه ثابت کنن وفادارن، ثابت کنن نوکر قدرتن. و این آقای سلواتی مثل سلواتی های دیگر. رولایزم قبل از دستگیریش سخنانی داره که به نظرم جالبه بهش توجه کنیم، برای اینکه رولا در این سخنان در واقع شاید به نوع خودش پیشبینی میکنه. راجع مسیح علی نژاد صحبت میکنه که اینا به پلیس بین‌الملل گفته بودن بگیرنش. سه خیلی از ماها که شرایط مشابهی داشتیم. اما ببینیم رولا خودش چه می این روزها میبینیم که همزمان جمهوری اسلامی اقدام کرده به بازداشت برادر خانم علی نژاد و از این ور هم علیه من داره برای اینترپول رد نوتیس میفرسته که من رو بازداشت بکنن. خب این نشون میده که جمهوری اسلامی در برابر دو تا جوون
کاملا مستاصله و نمیدونه که باید چی کار بکنه و دیگه کارش رسیده به جایی که خانواده ها رو گروگان میگیره، تهدید علنی و رسمی میکنه در رسانه ها و میخواد با ابزار پلیس بین الملل اقداماتش رو به پیش ببره. درباره خان نجات واقعا متاسفم که این اتفاق افتاد. این اتفاق برای خود من هم پیش آمده بود در سال 96 بعد از قیام دیماه مردم، که رسانه آمد نیوز شاید بشه گفت نقشه هماهنگ کننده این قیام بزرگ مردمی رو ایفا کرد. پدر من که اون موقع معاونت فرهنگی سازمان مناطق آزاد بود، معاون آقای ترکان بود، در کارهای فرهنگی اونجا کار میکرد، رو از کار اخراج کردند و رئیس دفتر پدر من، دو تا از خواهران من، شوهر خواهر من، برادر من و دختر عمه من به مدت 7 ماه هر کدوم توی زندانهای انفرادی بند 241 قوه قضاییه ماها بودن، شکنجه شدن و به طوری که بعد از اینکه اومدن بیرون ناچار شدن که طی 6-7 ماه بعدش به روان پزشک و روان شناس و اینا مراجعه بکنن تا بازیابی روحی بشن. جامعه بین المللی، فعالان مدنی، فعالان سیاسی، کسانی که توی فعالیت رسانه‌ای و حقوق بشری دست دارن، باید این گروگانگیری های جمهوری اسلامی رو با صدای بلند محکوم بکنن. امروز نوبت ماهاست، فردا نوبت شماست و هر کسی که در این زمینه سکوت بکنه در حقیقت به ظلمی که داره به خودش و به مردمش داره میشه داره سکوت میکنه و باید این در سطح جهانی و بین المللی مطرح بشه که اصل خصوصی سازی جرم یک اصل پذیرفته شده است در نظام بین الملل، در نظام حقوقی بین الملل، و هر کسی که طبعاً بر فرض جرمی هم انجام بده، حتی اگه جرم سیاسی هم باشه، به خانوادهش نباید آسیب برسونن. خانواده ماها چه گناهی دارن که آسیب میبینن این وسط؟ و حالا نمونه اقدامی که برای خانم علی نجات شده، من امیدوارم که این روند متوقف بشه. ما به هیچ وجه آمد نیوز رو تعطیل نمی کنیم، ما آمد نیوز رو گسترش میدیم، ما آمد نیوز رو تبدیل به تلویزیون میکنیم، ما آمد نیوز رو پرقدرت‌تر از قبل ادامه میدیم، دسترسیمون رو به اخبار و منابع جمهوری اسلامی بیشتر میکنیم، اخبار محرمانه رو بیشتر میزنیم تا بدین طریق نشون بدیم که راه ما راه استواریه، راه ما راه دموکراسی و آزادیه به مردمه. و همونطور که در مخفف اسم آمد نیوز هست، آزادی، مبارزه، دموکراسی، ما این رسانه رو تا زمانی که جمهوری اسلامی، تا زمانی که ایران دموکراسی براش حاکم نباشه، این راه رو ادامه میدیم و به هیچ وجه حتی با کشتن افراد مرتبط یا با کشتن خود ما هم این راه متوقف نمیشه. خیلی پیش بینی نمی‌کرد. روح الله عزم آدمی بود در این حال که به خاطر پدرش و دست و پای ناپیچیدن خیلی تجربه کسب کرده بود، ولی بسیار آدم ساده‌ای بود. پخش بعضی از خبرها از جانب اون خودش نشان سادگیش بود. من تعجب می‌کردم چطور روح الله این خبر رو منتشر می‌کنه. یه بار یکی گفته بود من 22 میلیارد دلار از ایران به دبی رفتم. بهش گفتم پسرم تو میدونی 22 میلیارد حجمش چقدره؟ رقم رو درست بگیم اینجا. خب تفلک میگفت، ولی خب خبر جالبی هم داشت. همین مردی که سعید توسی کسافتکار جنایتکار دفتر مقام معظم رهبری رو معرفی کرد و از جرائمش نسبت به فرزندان و خود بزرگان نظام گفت، اون بچه های بزرگان پیش قرآن میخوندن و نوادگان آقای خامنه ای، آقای ولایتی، بقیه شون همه نزد او بودن و او فاش کرد. و نمونه های دیگر دختر آقای لاریجانی و اما رژیم چقدر بزدلانه از یک سو و جنایتکارانه از سوی دیگر این آدم پر از انرژی و زندگی رو خاموش کرد. دو تا بچه نگاه کنید، روح الله و با فرزندش. دیگه از این چیزا نزدی؟ از اینا که اینجا میزدی؟
نمیزنی؟ دل صدایان و زمی شما؟ هله هله آخه. اما وقتی صحبت از شیرین نجفی ما که تو برنامه باش گفتگو کردیم و صحبت از اون میکنیم، بعضی ها هنوز تردید دارن نقش این خانم در ربایش روح الله اعظم چه بود. این خانم نقش بسیار بسیار پیچیده ای داشت. پرستویی بود که به جان روح الله انداختن. طفلک همسر روح الله بهش هشدار داده بود در این زمین. و چقدر این همسر روح الله زن طفلک نجیب و زن افسرده الان درد کشیده. نمیدونم به ایران رفته یا نه هنوز، ولی اون همسر اولش که از جدا شده بود، یه فرزند جا، یه فرزند جا، دو فرزند. ولی من به تصاویر بچگی خود روح الله نگاه میکنم، میبینم پر از شیطنت، پر از زندگی. چقدر یعنی الان پدر وقتی به این تصاویر نگاه میکنه مثل هر پدری چه حال و تصوری داره. فرزندش رو آقای سیدعلی خامنه‌ای، قاضی صلواتی و همین خانم نجفی از دست او گرفتن و نظام فاسد جمهوری اسلامی فرزند او رو نابود کرد. این آقای زم، حاج آقا محمد علی، این آدم خوبی بود. من از بچه‌های هنرمند شنیدم، من که باهاش سر و کار نداشتم، از همون اول میگفتن علاقمند به سینما، به موسیقی. و سازمان تبلیغات اسلامی که در واقع سازمانی است از یک مش گراس‌ها و کفتارهای متعجر، تبدیل کرده به یه سازمان نوگرا، نوجو. هنرمندان رو میاره اونجا، کنفرانس براشون میذاره، هزینه فیلم میده، هزینه برپایی کنسرت میده. طبیعتا معلوم بود متفاوت بابت روح الله هزینه سنگینی داره، هزینه بسیار سنگینی. و من دنبال میکردم زندگیشو، میدیدم که خیلی میتونست مقام عالی داشته باشه چون شعورش هم از همه اینو بیشتر بود. در این حال سیدعلی آقا هم ظاهرن یه موقعی بهش علاقه داشت. ادهی اشاره بر این دارن که در این زمان روح الله رو اعدام کردن بیشتر برای پوشش دادن به افتضاح جریان فخری زاده. اینم نگاه کنید، در حدود بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این مورد به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. احکام اعدامی که زاپاس قرار داده شدن تا هرگاه نیاز به انتقامی بود از اون رونمایی بشه. مرد اول هسته‌ای تو قلب ایران ترور شده و قاتلینش دود شدن و به هوا رفتن. سیستم اطلاعاتی و قضایی مثل همیشه دستشون از پاشون درازتر. سپاه هم دوباره قول انتقام سخت داده. حالا بهترین داراییشون چیه؟ یه روزنامه‌نگار مخالف و تناب دار آماده. دادگاه 13 اتهام رو به روح الله زم چسبونده و مجموع اون رو افساد فعل ارز میدونه. زم اتهام‌هاش رو بی اساس میدونه و میگه خبرنگارم و تنها کار مطبوعاتی میکردم. معاونت در ایجاد احراق، تخریب و اخلال اقتصادی رو نه قبول دارم و نه شما برای اثباتش دلیلی دارین. حالا به نظر شما تایید حکم اعدام زم رو منحرف کردن اذهان عمومی از ترور فخری زاده میدونین یا انتقام سخت؟ بله، کار خبرنگاری میکرد. معمای زم باید یک پاسخگوی دیگه هم داشته باشه. اون اسمش از حجت الاسلام محمد رضا حسینی سیستانی، فرزند آیت الله سیستانی. آیا اونطور که اوراق و وثائق نشون میده، نامه هایی که به زم رسیده توسط ایشون فرستاده شده بوده یا سایت رو هک کردن و از اون استفاده کرد؟ ایشون باید بیاد برای ملت ایران توضیح بده. پدر ایشون از مسئولیت پذیری در رابطه با جنایت رژیم خودداری کرده، پرهیز کرده، برای اینکه از رژیم میترسه، در حالی که نباید بترسه، باید شهامت داشته باشه و در برابر رژیم بیسته. الان آقازادش متهمه به فریب دادن یه مبارز
به اسم این که پدر او حاضر بشه $1,000,000 بده برای اینکه تلویزیون بذاره. در این کلیپی که من پخش کردم روح الله میگه به زودی ما تلویزیون خواهیم شد. یعنی اینقدر ساده دلانه باور داشت یه آخوند بیاد به او پول بده که تلویزیون بزنه. اما ظاهرا طوری براش نوشته بودن، طوری در تماس به او گفتن که باور کرد. اینو دقت کنید، آخوندا بلدن ما رو از سوراخش بیرون بکشن. در همین قضیه شمر و امام حسین چند بار شما اینو شنیدید، چقدر داستان جعلی از زبان اینا راجب صبح عاشورا، ظهر عاشورا شنیدید. همه اینا ساختگیه. در روز عاشورا در اون صحرا مورخی نبوده که داستان بسه. بعدن یه مش کولی میان سر امام حسین یه جا دفن میکنن، تنشم یه جا. این داستان صحرای کربلا همه ساختگی، هیچ کس نمیدونه در اونجا چه گذشت. بعدن یه دو نفر از زنده ماندگان روایت کردن و چند نفر دیگه هم نوشتن. در اونجا کس نبود. آخونده براتون طوری ترشیح میکنه که شما اصلا توی اونجا هستی. بهترین سناریو نویسا هستن. دقیق بهتون میگه که آب آوردن حضرت امام حسین موهای زائد بدن رو شست. حالا اونجا که برای یه قطره آب معتلن چجوری ایشون موهای زائد بدن رو میشوره که در ورود به بهش مو نداشته باشه که حوری ها نترسن. آخونده میان همه اینا رو میگن و این نشوندنده اینه که اینا چون دین ندارن، چون اعتقاد ندارن، باور ندارن، هر چون رو میگن. راجب روح الله زمن بدون تردید یک توطئه آخوندی بوده که توسط عده آخوند به اجرا در. وقتی زم رو در عراق به محض اینکه میرسه تو فرودگاه میگیرنش، یه بازجوی مختصر و همونجا تحویل اطلاعات سپاه داده میشه. نکته جالبی، زم خبر نداره دست کیه و نمیدونه داره به ایران میاد. توی ماشین همونجا بازجویی میشه، یه بازجویی مختصری تا برسم به مرز. و من داکه 9 ساعت و 26 دقیقه روح الله کلن بازجویی میشه و اون وضعی که او به مرز میرسه حتما در تصویراش دیدی. تو ماشین نشسته، چشمبندم داره و با چه شرایطی او رو به مرز میارن و تحویل میدن تا مقام معظم رهبری آسوده بخوابد، کوروشهاش بیدارن. البته نه کوروش، آدمکشاش بیدارن تا امثال زم و همه کسایی که اهل مبارزه هستن بگیرن و به قتل برسن. همین 2-3 روز پیش بود در ترکیه آقای رضایی رو به قتل رسوندن. رجب طیب اردوغان به نوعی شریک ایناست و به نوعی رقیبشون. تصویر رضایی رو داریم صحبتی کرده، گوش بدیم. ارسلان رو میدونیم چه میگوید. فالی که از شرط کنونی دارن سود میبرن و یا نبود این نظام موقعیتشون رو به خطر میدازه، میگن اگر جمهوری اسلامی نباشه ایران سوریه میشه. اگر جمهوری اسلامی نباشه نه تنها ما سوریه نمیشیم، بلکه وضعیت فلاکتباری که مسببش خود جمهوری اسلامیه تمام میشه. اگر جمهوری اسلامی نباشه پول و سرمایه کشور به جای اینکه خرج دشمن تراشی و پرخاشگری بشه، خرج آبادانی کشور و رفاه هموطنان میشه. اگر جمهوری اسلامی نباشه مطمئناً کشور شأن و جایگاه واقعی خودش رو تو دنیا به دست میاره. پس لطفاً هموطنان رو فریب ندیم. اعدام روح الله زم، قتل روح الله زم موجی در جهان ایجاد کرد. حالا از کشورهای اروپایی که ملاقاتشون با آقای ظریف لغو کردن یا فعلا به تعویق انداختن و اعتراضهای شدید و توصیف اعدام او به قتل وحشیانه از جانب آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه
از جانب دولت آلمان و بریتانیا و ایتالیا نشان دهنده اثر این عمل جنایتکارانه در فضای بیرون است. اول نگاه کنیم در فضای مجازی چه خبر شد. طوفان توییتر و اعتراض‌ها رو نگاه کنیم. طوفان توییتری ایرانیان برای جلوگیری از اعدام روح الله زم آغاز شد، اما بار دیگه حاکمان بر ایران نشون دادن حتی طوفان اعتراضات مردمی هم نمیتونه اونا رو اصلاح کنه و روح الله زم خبرنگار مخالف حکومت رو اعدام کردن. شاهد علوی: جمهوری اسلامی 41 سال از آدم‌ها را به خاطر زبانشان، کلماتشان، نوشته‌هایشان، اعتراض‌هایشان، فریادهایشان، شعارهایشان اعدام می‌کند. روح الله زم را می‌خواهند اعدام کنند چون مخاطبان میلیونی‌اش را در کانال تلگرامی‌اش به اعتراض اعتصاب فرا می‌خواند. اعدام قتل دولتی است. آتوسا دو گفت دلیل اومدنم به توییتر روح الله زم بوده، چون توییت براندازان رو میذاشت تو کانالش و علاقمند شدم که بیام. منی که اصلا نمیدونستم توییتر چیه، حالا یکی از فعالان اینجام. نمیگم ضعف نداشت، هممون نقاط ضعف داریم، ولی نقش زم رو در به وجود آوردن گفتمان براندازی نمیشه ندید گرفت. آبان طهماسبی: به جلادان کرامت انسان تا مردمان بیگانه با آزادی و امنیت گفت شما میگویید اختشاش، ما میگوییم اعتراض. هیمنه پوشالی رژیم را با این یک جمله یک سال است که به لرزه درآورده و آمد نیوز او هم چند سالی خواب را از چشمانشان گرفته. حامد: 42 سال سیاه هر فردی که جلوی سیستم جمهوری اسلامی ایستاد را با زندان و شکنجه و اعدام خفه کردند. ماشین سرکوب جمهوری اسلامی از کشتن هیچ مخالفی فروگذار نمی کند. روح الله زم یکی از ما بود، یک مخالف رژیم و معتقد به براندازی این حکومت. فرینم میگه تو میتونی با هر کسی مخالف باشی، میتونی با هر کسی اختلاف نظر داشته باشی، ولی سکوت در برابر اعدام یک بیگناه تو رو هم همتراز جمهوری اسلامی میکنه. جمهوری اسلامی درونتو بکش. شهرام بهرامی نژاد: اگر به هر علتی که در ذهنمان است اعدام روح الله زم برای من بی اهمیت شد، مانند صدبانی شده ایم که میگوید این ترک ریز در صد مهم نیست. نمیداند که به زودی زندگی خودش و همه پایین دستی ها را سیل خواهد برد. برادلی: میتونست با پول مردم بره عشق و حال کنه، میتونست بگه گور بابای مردم ایران، به من چه، میتونست تبدیل به یه آقازاده عوضی بشه، اما به جاش تصمیم گرفت تمام خطرها و سختی ها رو به جون بخره تا کنار مردم ایران وایسه. بابک بردی هم نوشته گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. هشتگ روح الله. من هم برای روح الله این توییت ها رو نوشتم. چند هفته پس از خروجش از ایران بود که با من تماس گرفت. گفت کارهای من رو دنبال می کند، از شیوه هم خوشش می آید. بعد پیشنهاد همکاری داد. می گفت اسرار زیادی از نایب مربوطه و مافیای سپاه در کیسه داره. گفتم یکی را بفرست من ببینم به کارم می خورد یا نه. فایلی فرستاد از رفیق عزیزی که چنان تخمه دیدم به او اعتماد دارم. گفتم رول عزیز به کارم نمی خورد. موفق باشی و رفت. گهگاه مصاحبه و کارهایش رو دنبال می کردم. با خاکش زیاد بود و گاهی گوهرش. او اینکه بسیار بار گوهرها بدنی بودند. روح الله زم جوانی پرشور و نامجو بود. ولی فقیه به ناجوان مردانه ترین شکل قربانیش کرد. تیغکش صلواتی داماد نتانیاهو بابت این جنایت پاداش گرفت و به دیوان عالی کشور رفت. روح الله بالای دار. دیشب محمد علی زم و همسر و فرزندانش در کنار همسر زم و دو فرزندش در سوگ او میگریستند. سید علی آقا اما فتح الفتوح تازه اش را جشن گرفت. در حال به نوعی که بشه بیان کرد حالش رو آدم، من هم برای روح الله نوشتم. و برای پایان دادن به این مقوله بگذارید یک فیلم کوتاه از خاکسپاری زم رو با هم تماشا کنید.
من فقط از مقام معظم سوال میکنم، وقتی این منظر رو میبینه چه فکر میکنه؟ قدرت انقدر آدم رو کور میکنه؟ فکر کنه میتونه برای پسر خودت اتفاق بیفته، ولی قدرت کور میکنه، قدرت بینایی رو از آدم میگیره. سید رولای خمینی در پاریس میگفتن آقا پشه تو اتاقش در نجف میمد، میگفت نکشیم مگس رو با پشه بند بیرون کنیم. آدم وقتی به ایران رسید کشت و ویران کرد و با کمال وقاحت تازه میگه کم کشتم. گوش بدید به حرفاش. دور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوب‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم. این آدم کش از خدا و مردم عذر می خواهد. این همه کشت از سومین روز به قدرت رسیدنش و باز میگه من عذر می خواهم. این جمهوری اسلامی، این پایه و اساس جمهوری اسلامی بود که بر ما تحمیل شد. یک توطئه جهانی با ملتی که برای دستمالی قیصریه وطن را آتش زدن. همه ی ما توش مقصریم، همه شریک، همه من شریک. با شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. شاه کفن شد. وطن جایی شد که هر روز در سوی یک، دو تا، صد تا، هزار تا، و این ماشین آدمکشی همچنان ادامه داره. امروز روز تولد منوچهر چشم‌آزر. این برادران نازنین، پدرشون، خانوادهشون، همشون عزیزانی بودن و این منوچهر رو همینجوری، این برادر بزرگه است و همینجوری هم در نظر نگیرید. 2000 آهنگ تنظیم کرده. 2000 خیلیه. 2000 آهنگ تنظیم کردن و ساختن. منوچهر جان تولد. ما اولی که ایران فردا رو برپا کردیم شهبال شهبری عزیزم با من بود، منوچهر هم قرار بود که با ما باشه در یک برنامه که داشتیم. البته اون نشد، ولی خب شهبال سالها از حضورش بهره بردیم و لذت. بریم یکی از ساخته های منوچهر رو که به وقت خودش خیلی گرفت با هم تماشا. درود دوباره. شعر اردلان سرفراز و منوچهر چشم‌آزر و گوگوش و سریال طلاق که اسدالله‌ای عزیزم می ساخت. گاهی اوقات متأثر میشم، میگه وقتی اسدالله‌ای به همین سریال ها کاراش نگاه میکنه، بعد میبینه یه دفعه قیچیش کردن. پرویز صیاد میبینه قیچیش کردن. اون کارهای درخشانش، کاردان همینجور و بقیه. و الان امکاناتی نداره اونا تکرار بکنن اون کاراشون. برای هنرمندان سینما، تئاتر، موسیقی واقعا شرایط سختیه. الان به خصوص در لس آنجلس غیر از دوست خواننده شما بقیه شرایط بسیار بدی دارن و همش به خاطر رژیم جهل و جور و فساد. خب ازی بدید این داستان رجب طیب، خدا رو شکر میکنم که ماها پیش در اینجا بهتون گفتم این رجب طیب دنبال سلطان سلیم و محمد فاتح شدنه. هدفش تبریزه. همینجا گفتم بهتون هدف این
قلب تبریزه. این آدم میخواد امپراتوری عثمانی جدید رو برپا کنه، از در واقع استانبول بگیرید برید تا آستانه قزاقستان. این هدفش اینه. و از این برم تو کشورهای عربی، تو لیبی، سوریه و بعد قطر، در همه این جاها این شاخرکاش رو فرستاده. در ترکیه مردم رو یه مدت فریب داد با عکس مار، ولی به مرور داوود اغلو نخست وزیر سابق و وزیر خارجه میگفتن کیسینجر ترکیه است، او و دوستان دیگرش اومده حزبی درست کردن و جلوش ایستادن. حالا خدا رحم بکنه نکشتشون اردوغان. آقای اردوغان شکر زیادی خوردن در باکو و شعری رو که مال یه شاعر ایرانی بود به خاطر جدا شدن باکو و آذربایجان از مادر وطن بود گفته بود، ایشون برعکسش کرد که بله، یعنی در واقع تبریز آذربایجان ما باید بره زیر بال باکو. واقعا دردناک، دردناک. فقط یه دیکتاتور نادان میتونه حرفو بزنه. جمهوری اسلامی هم ناچار شد به خاطر افکار عمومی واکنش نشون بده. واکنشش ترکا هم که واکنششون میدن. از یه طرف اومدن آقای ظریف گفت بله یواشکی معذرت خواستن. حالا چرا یواشکی؟ رسما باید از ملت ایران معذرت بخواد رجب طیب. ولی گفتن که بله ایشون اومد معذرت خواست، حالا قراره به صورت رسمی هم به ما ابلاغ بشه. اما چی ابلاغ شد؟ صبح دوشنبه تلویزیونشون خبر داد که یه باند 15 نفره از ماموران امنیتی، 11 نفره از ماموران امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در ترکیه دستگیر شد. و همزمان با مطلب واشنگتن پست اشاره کرده که این گروه کسانی بودند که آقای فرج الله کعبی رو موسوم به حبیب اسود دستگیر کردن. بعدم معلوم شده که این خانم صابرین همسر سابقش بوده که توطئه کرده که بله برای صادرات به سوئد. بچه ها چرا انقدر ساده میشن؟ بدهکار بوده، زنه به 100,000 یورو میده، بعد دعوای مالی هم داشتن بین خودشون. زمینه رو فراهم میکنن برای اینکه رژیم بتونه به همین راحتی بدزدد شد. حالا ترکا به صدا در اومدن که بله رژیم این کارو کرده و مسعود مولوی رو هم اونا کشتن. ما از کی میگفتیم مسعود مولوی رو صداشو پخش کردیم؟ گفتیم مسعود تفلک چطور برنامه ریزی کردن و به قتلش رسوندن و چه اطلاعاتی داشت مسعود. این علیرضا ساسانی باهاش به دفعات صحبت کرده بود و حالا پخش میکنیم نوارشو. مسعود خیلی اطلاعات داشت و اینا اونجور به قتل رسوندنش تو خیابون به همین راحتی. سعید کریمیان رو به همین راحتی کشتن. حالا ترکای یه دفعه جوش آوردن. چطور تا حالا هم دست بودن با جمهوری اسلامی؟ چطور تا حالا هیچ صحبتی نمیکردن که جمهوری اسلامی در ترکیه آدم میکشه، آدم میرو باید؟ کار جمهوری اسلامی در ترکیه خیلی خرابتر از ایناست. خیلی. حاج منوچ وزیر خارجه بعدیشون آقای متکی وقتی کاردار بود در ترکیه دو تا از بچه‌های مجاهدین رو دزدید، عقب ماشینش گذاشت که بیاره به ایران. اینا اصلا من اول تمرین آدمکشی و تمرین ربایش رو میکنه. به هر حال داستانشون با ترکیه داره بالا میگیره. من اینجا به همه مردم ایران میگم، به خصوص با آذربایجانی ها، یک آذربایجانی که به مکتب ستارخان، باقرخان، علی موسیو، به مکتب صیغت الاسلام، به مکتب این بزرگان اعتقاد داره، هرگز براش ارزش و اعتباری رجب طیب اردوغان یا آقای علیوف که چون پسر الهام علیوف چون پسر علیوف بوده بدون هیچ استعداد و قابلیتی میشه رئیس جمهور. این کشورها کراپشن از اتحاد شوروی روسیه به اینا هم سرایت کرده. جنوبشون هم که دولت فاسدی مثل جمهوری ملت فقیه، اون ورشون هم که ترکیه به ظاهر دموکراتیکه، که اون خب نتیجهش هم میشه که
تو خبرات خبر جالب دارم، آقای نعمت احمدی به جرم افشای اکاذیب، پخش اکاذیب، ایشون به 6 ماه زندان محکوم شد. بعد گفتن آقا 5 میلیون بده آزادی. خوبه 6 ماه زندان با 5 میلیون. بعضی های دیگه جانشون رو دادن. شگفتی آوره که توهین به مقام معظم، مثلا گردن طرف رو میزنن و محلای زم رو اینجور میبرن و واقعا دردناکه. و این زبان باز کردن دولت ترکیه به نظر من خیلی جالب بود. حالا تعداد دستگیر شدگان به 13 نفر رسید. 13 تا مأمور امنیتی رژیم رو پوزش میخوام 13 تا مأمور امنیتی رژیم رو که یکیشون قاچاقچی بسیار معروفی هم بوده، از قاچاقچیان مواد مخدر که دختر خودش رو در ترکیه رقباش کشتن و بعد خودش هم در کار مواد مخدر بوده. حالا چطور تو این سالهایی در ترکیه بود دیگه دفعه الان ترکا به فکر دستگیریش افتادن؟ اینا همه واقعا معماهایی است که فقط در پس پرده روابط آقای اردوغان و رژیم جمهوری اسلامی باید جستجوگر اون شد. اشاره کردن که حالا این رهبر جنبش انزال در شرایط بدیه، به اعتقاد من او رو هم سرنوشتی مثل سرنوشت روح العظم براش رقم زده. بدون تردید او رو رها نخواهند کرد. به روح العظم عجیبه، این بچه چقدر ساده بود. گفته بودن آره زمینه دارن میریزن تو رو مبادله بکنه. مبادله با کی؟ تو رو مبادله بکنن که یک کسی رو فرانسوی ها آزاد بکنن بعد تو رو در برابرش آزاد. رژیم جمهوری اسلامی برای شهروند خودش ارزش و اعتباری چنان قائل نیست که در برابر یه خارجی بخواد او رو عوض کنه. نه، جان هموطنان ما در ایران جانهای ناقابلی است که رژیم از این جانها هر زمان بخواد میگیرد، میبندد، میکشد. براش ارزش و اعتباری نداره. فکر میکنید جون یکی دیگر رو گرفتن براشون مهم؟ نه. اما رژیم گشاده دستم میشه وقتی داستان به اهل بیت خودش میرسه. آقای فخری‌زاده به قتل میرسه و خانوادش نشان نسل دریافت میکنه. ما با شهادت این بزرگوار گردشکاری محضر مقام معظم رهبری تقدیم کردیم و درخواست کردیم که اگر موافقت بفرمان نشان درجه یک نصر رو به این شهید بزرگوار اعطا بفرمان. این نشان برای محققین و برای کسانی که جبهه دفاع جمهوری اسلامی رو پشتیبانی میکنند، کمک میکنند، اعطا میشه در 3 رتبه 3 و 2 و 1 هست که بالاترینش رتبه 1 هست. ما از اول موافقت فرمودند و ما امروز خدمت شما تقدیم میکنیم. انشاءالله با امضای از تاقا هم تقدیم شما خواهد شد. انشاءالله اجازه بدید نسبت به حاج آقا ارادت داشتم. انشاءالله که در خانواده شهید بماند و افتخار ابدی خاندان شما باشه. ان شاء الله. سلامات اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله. حاج خانم بیچاره بدبخت حالا باید با زخم زبون ها بسازه که راجب هووش میگن، ما ایرانی هم که عادت داریم. حالا بله شما بس هوا هم داشتین، حاج آقا زن دیگه هم گرفته بود. بدبخت حالا باید با اون سر کنه مدال نصر بهش میدن. آبروشون رو بردن تو همه جا. مدال نصر هم بهشون میخوام بدن که خب. در طول هفته یعنی آخر هفته یه اتفاق دیگه هم افتاد. اتفاق خیلی مهم. آقای حیدر عبادی نخست وزیر ما قبل قبلی، یعنی قبل از عادل عبدالمهدی، ایشون 3-4 سال نخست وزیر عراق رو بر عهده داشت. خیلی هم تلاش میکرد که یه جوری استقلالی از خودش نشون بده. به هر حال
کار عجیبی کرد. اومد گفت این کشتن آقای قاسم سلیمانی ابو مهدی المهندس با اطلاع آقای عادل عبدالمهدی بوده. او در واقع اجازه ورود هواپیمای آمریکایی رو داده بوده و با نظر او بوده. حالا اول اینو نگاه کنید. الطائرات التي جاءت الى العراق والتي ضربت القادة في المطار محصلة موافقة عراقية. راجعوا شوفوا، انا قلت سابقا واقول الان، انا ما اتهم الذين اعطوا موافقة بينهم. بس لحظة، دولة الرئيس، دولة الرئيس، هذا كلام خطير. الطائرات حقيقة مو خطير، هذا حقيقة. الطائرات التي دخلت والكل يعلم ذلك بله، ملاحظه کردید که آقای حیدر عبادی در برابر سؤالی که میگه که این خیلی خطرناکی حرفی که شما میزنید، واقعیت دارم میگم خطیر نیست، شگفتی آوره. اولا این نکسی که دیدید من داشتم به این دلیله، چون با اسکایپ برنامه رو انجام میدیم زمان تأخیر داره دیگه، وقتی به من برمیگردونن گاهی اوقات طول میکشه، یعنی تو زمانی که من تصویر خودم رو ببینم این فاصله اتفاق افتاده. ازتون پوزش میخوام. آقای حیدر عبادی در واقع یه بمب در عراق ترکوند. عادل عبدالمهدی بلا فاصله واکنششون داد، همینطور گروه آقای حکیم که عادل عبدالمهدی هم به اون وابسته است. آقا این مزخرفات چیه داری میگی؟ عادل عبدالمهدی اصلا خبر نداشته، این حرفا اساس و پایه نداره. دوباره آقای عبادی برگشت گفت آقا من نگفتم ایشون مقصره، گفتم اطلاع داشته. به هیچ وجه هواپیمای آمریکایی به روی بغداد نمی اومد بدون اطلاع دولت. در زمان خود منم همینطور بود، اگه قرار بیان عملیاتی انجام بدن به ما اطلاع میدن. به این ترتیب آشکار میشه که دولت آقای عادل عبدالمهدی با امریکایی در ارتباط بود. شاید یکی از دلایل یکم زیرا به عادل عبدالمهدی رو زدن همین بود، اما فردی که جای او اومده فردی است به شدت ملی و به هیچ وجه حاضر نیست زیر بار جمهوری ولایت فقیه بره. مشکل کردار ایجاد کردن، یعنی رژیم ببینید در آستینش هزار مار داره، در آستینش هزار توطئه داره، هر زمانی بخواد یکی از اینا رو به صحنه میاره. لبنان نگاه کنید، الان سعد حریری یک ماه و نیمه به جانب رئیس جمهوری مکلف به تشکیل دولت شده اما نمیتونه، به خاطر که جمهوری ولایت فقیه از طریق نوکر حزب اللهش شرایطی رو پیشنهاد میکنه که حریری نمیپذیره، نمیتونه بپذیره. پذیرفتن این شرایط به منظور اینه که آمریکا، فرانسه، عربستان، دولت‌های دیگه به او پشت خواهند کرد و حریری تو این شرایط نمیتونه اصلا کارش رو ادامه بده. شرایط بسیار سختی لبنان میگذرونه و فکر کنید در نهایت یک رژیمی که سال 57 به ما تحمیل شد، این رژیم چه بلایی به سر منطقه آورد، منطقه ما به چه روزی تبدیل شد، چه روزهای تلخی رو پشت سر گذاشت. هر سوی منطقه رو نگاه کنید، هر سو رو نگاه کنید، مصیبت اینجوری رو میدید. چیز جالبی میدیدم که این خانواده آقای فخریزاده که نشانه نصر میگرفتن، بعد پسر ایشون اومده باز حرفای زده که تکذیب حرفای بقیه بوده راجع پدرش. از جمله ایشون گفته که چندین گروه و سازمان مختلف دارن روی این قضیه کار میکنن. آقای حامد فخریزاده با روزنامه وطن امروز که متعلق به سپاه هست گفته که ابهامات زیادی وجود دارد و مسائل خیلی پیچیده‌تر از این حرف هست. یک ترور ساده که با چند تا شلیک‌تیر نبود. خب من توصیه میکنم شما این سریال تهران رو که اسرائیلی‌ها ساختن ببینید، بسیار خوب ساختن، هم از نظر
در واقع از اون قهرمان بازی های موساد نیست، خیلی منطقی و طبیعی به نظر میرسه و در این حال هیچ نوع ایران رو نخواسته بکوبه. البته شأن و شخصیت مقامات رژیم رو نشون میده که چی کارن چه جوری هستن، ولی در این حال یه درم نشون میده که وفادارن به رژیم. و در ماجراهایی مثل قتل فخری زاده و مسائل قبل از اون، این فیلم در واقع پرونده گشایی میکنه. وقتی نگاه بکنید میگه که چجوری مثلا اسرائیلی ها در ایران نفوذ دارن، میان و عملیاتی مثل ربودن 50,000 سند رو ترتیب میدن یا زدن تأسیسات اتمی یا مراکز دیگه. اینه که به نظر من فیلم جالبیست، برید حتما ببین. اویلیبل هم مثلا رو گوگل برید هست و روی اپل هم هست و فیلم جالبی. من چه بازی های خوب، فوق‌العاده فوق‌العاده. دو تن از هنرپیشگانشون که نقش در واقع اول رو داره به عنوان مدیر کل وزارت اطلاعات و همسرش خانم وسوخ، هر دوشون در فیلم نیما، فیلم هیل تپه یا راک ببخشید راک تخت سنگ بازی میکردن و نیما هم خیلی ازشون تعریف میکرد که بازیکنان خیلی خوبی بودن. به هر حال خواستم حداقل برنامه امروزمون که با اندوه و درد شروع شد، با حکایت زن، خدا میدونه الان خانواده او، پدر و مادر، همسر، فرزندانش در چه حالی است. رژیم جمهوری جهل، جور و فساد با یک جنایت دیگه، یک قتل دیگه بر پرونده خودش افزود. اینک باید منتظر بود، منتظر بود علامه های رژیم مثل آقای امیر عبداللهیان از یه طرف، آقای شمخانی از طرف دیگه، آقای سبزوار رضایی از طرف دیگه بیان و داستان هایی از پهلوانی ها و قهرمانی های اطلاعات سپاه و کارهای بزرگ کردن برامون بازگو کنه. گوش و چشم ما پر است از این داست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. در پناه خداوند عاشق باشید تا دیدار بعد. بدرود. Thank you.